مسیر طوفان برل بعد از اینکه مناطق جنوب شرق کارائیب را طی کرد، اکنون به سمت جمیکا در حرکت است، جایی که ماهیگیران مانند کلیف دیویس تلاش دارند تا قایق‌های خود را به جای امن انتقال دهند. این طوفان با بسیار سرعت شکل گرفت. مردم میگویند که در تاریخ بی سابقه است. و دانشمندان میگویند که فصل موسمی طوفان‌ها بی سابقه و تاریخی شده است. آنچه در اینجا غیر معمول است این است که ما شکلگیری هوای شدید را قبل از وقت شاهد هستیم. ما معمولاً همچون طوفان‌ها را در ماه‌های آگوست و سپتامبر می‌داشته باشیم، اما امسال در ماه جون و اوایل ماه جولای این باران‌ها را داشتیم. و اما در واشنگتن که گرمترین درجه حرارت را در نزدیک به یک دهه تجربه می کند، مقامات حالت اضطرار روز سه‌شنبه وضعیت را برای جو بایدن رئیس جمهور این کشور و اعضای کابینه‌اش گزارش دادند. در حال حاضر ده‌ها میلیون آمریکایی تحت هشدارهای گرمی شدید ناشی از درجه بلند حرارت بی سابقه قرار دارند. ماه گذشته در اینجا در واشنگتن درجه حرارت 100 درجه فارنهایت بود. در فینیکس ایالت آریزونا 112 درجه و در لاس وگاس 111 درجه ثبت شده است. بایدن خاطر نشان ساخت که گرمای شدید قاتل شماره یک مردم امریکاست و به همین دلیل برای حفاظت از امریکایی‌ها اقدامات را اعلام کرده، جمله معیارهای حفاظتی و ایمنی جدید در محل کار و حدود $1 میلیارد بودجه برای پروژه های حفاظت جوامع در برابر خطرهای طبیعی مانند طوفان و سیل شامل این اقدامات می باشد. خطراتی که در حال حاضر قسمت های جهان مانند دهلی نو آن را تجربه می کند. دهلی جدید با بارش شدید باران‌های بی سابقه همراه با درجه حرارت بالا نزدیک به 53 درجه سانتیگراد در اواخر ماه می مواجه بود. هوا گرمتر و داغتر می شود. این ذهن شما نیست که با شما بازی کند. این فیزیک است. ما گاز گلخانه‌ای را به هوا می فرستیم و این گازها حرارت را در هوا قید ساخته و در نتیجه کره زمین گرم می شود. دانشمندان می گویند که درجه حرارت بالا، افزایش سطح دریاها و تغییرات در مسیر بارانها به احتمال زیاد به معنای طوفان‌های بیشتری مانند طوفان برل خواهد بود. رویا زمانی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.